با وجود اعتراض یک ساکن شهر الماتای قزاقستان که میگوید هیچ جبرانی از حکومت نگرفته است، مقامات شهر خانه او را ویران کردند. بار اول نیست که میان ساکنان این محله و مقامات در مسئله ویران کردن خانه ها جنجال میخیزد. در این منطقه در آینده دانشگاه بنیاد میکنند که به نام نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری دیرینه قزاقستان خواهد بود. در شهر خرکوی اوکراین طرفداران همگیرای این کشور با اتحادیه اروپا خواستار استعفای رئیسی شهر شدند. تظاهرگران ادعا دارند که شهردار خرکوف تلاش کرده است نمایش های اعتراضی به طرفداری روسیه برگزار نماید. این تظاهرگران روز 23 سپتامبر سعی کردند وارد حکومت شهر خرکوف شوند، ولی بعد مقاومت ماموران امنیتی آرامانه پراکنده شدند. این خرابی های شهری فلوجه عراق است. با گفته ساکنان، نیروهای هوای عراق روز 23 سپتامبر به این محله که در دست جنگجویان دولت اسلامی است ضربه زدند. با گفته طبیبان، در نتیجه حمله ها 13 نفر کشته شدند و 23 تن دیگر زخم برداشتند. این خبر از منابع دیگر تصدیق نشده است. برنامه حکومت گرجستان برای بنیاد یک نیروگاه برقی در مناطق کوهستانی اعتراض مردم روستای خیشی را برانگیخت. در یک کنفرانس مخصوص در این باره مخالفان بنیاد نیروگاه گفتند ساختمان این انشاءات فایده نمی آورد و برعکس به محیط زیست ضرر دارد. ساکنان ولایت خیبر در پاکستان با هدف تقویت امنیت و صلح و ثبات در این منطقه قبیله نشین مسابقات فوتبال برگزار می کنند. در این مسابقات 40 دسته شرکت دارند. قسمتی از ولایت مذکور در دست جنگجویان سازمان لشکر اسلام است و نیروهای هوای پاکستان برای محو این جنگجویان تلاش دارند.